کنم از سخنران اول خودمون که عنوان سخنرانشون از شرکت نوپا استارتاپ تا عرضه اولیه IPO هست. این عنوان سخنرانی مربوط هست به جناب آقای دکتر فریدون قاسمزاده، مدیر عامل محترم شرکت افرانت. خواهش میکنم دوستان و عزیزان حاضر تشویق بفرمایید جناب آقای قاسمزاده رو برای ارائه خودش. خب بسم الله الرحمن الرحیم. من بی مقدمه شروع بکنم به خاطر محدودیت وقت. موضوع بحث من فرایندی هستش که از ایجاد یک شرکت نوپا یا استارتاپ شروع میشه و تا عرضه اولیه اگزیت از طریق عرضه اولیه یا IPO ادامه پیدا میکنه. ما چون تو صنعت IT هستیم بعضاً می‌بینیم که نسبت به IT توجه کمی وجود داره، اهمیت این صنعت درک نشده. به همین دلیل من اول صحبت یه چند تا آماری که IT رو نشون بده وسعتش رو خدمتتون آوردم. این یه ریسرچی دانشگاه هاروارد کرده. تا سال 2000 55% در واقع رشد GDP یا مستقیماً یا غیر مستقیم از طریق IT حاصل می‌شده، مثل صنایع بیمه و بانک و اینا که IT این پاورشون میکنه. این عدد در سال 2013 به 90% رسیده. به عبارت دیگه 90% رشد GDP دنیا یا مستقیم یا غیر مستقیم از طریق IT انجام میشه و بنابراین میبینیم سهم خیلی بالایی داره. این رو من در سالهای قبل که همینجا راجع به کلاود و راجع به برادبند صحبت میکردم همین نمودار بود، عدداش فرق میکرد. مثلا اپل دوم بود، مایکروسافت سوم بود، اگزون موبیل اول بود. این جدیدترینشه که براتون آوردم برای این کنفرانس. اون موقع اپل 400 میلیارد دلار بود مارکت کپش، الان شده 669. دومی هم شده مایکروسافت، چهارمی هم شده گوگل. بنابراین از 5 شرکت اول دنیا به لحاظ بزرگی ارزش بازار یا مارکت کپ می‌بینید 3 تا IT. داستان به اینجا ختم نمیشه. شما کش شرکت‌های بزرگ رو نگاه بکنید، این سبزا IT هن. ببینید کش این کش اپله، این کش دولت آمریکاست. یعنی میزان کشی که در دست مدیر عامل افرانته از کشی که دست رئیس جمهور آمریکاست بیشتره. این مال تایم سپتامبره، همین یک ماه پیش. و اون وقت این نارنجی ها صنایع تلکامه با اون حجم سرمایه گذاری وحشتناکی که اینا دارن. اینا صنایع دارو و غذایی هن که اینجا کلیدشو میبینید. پس نه تنها مارکت کپ اینا رشد وحشتناکی کردن، بلکه به لحاظ نقدینگی از دولت آمریکا تعداد زیادیشون کش بیشتری دارن. تا چند ماه پیش ویزا بزرگترین IPO تاریخ آمریکا بود. این شرکت تونست، علی بابا تونستش این رکورد رو بشکنه و از ویزا بالا بزنه. امروز که داریم با هم صحبت میکنیم 260 میلیارد دلار علی بابا قیمت گذاری شده و در عرضه اولیه تونست 25 میلیارد دلار جذب بکنه. پس بنابراین این داستان یه داستان دنباله داری، هر چی جلو میره IT قوی و قوی تر میشه. لندینگ کلاب هفته قبل IPO شد. لندینگ کلاب آدما میرن به هم دیگه لون میدن، به جای اینکه برن از بانک لون بگیرن بانک رو بایپاس میکنن. عدد باور نکردنی امروز که الان داریم ما هم صحبت میکنیم، یه هفته از IPO لندینگ کلاب نمیگذره 9 میلیارد دلار، تکرار میکنم 9 میلیارد دلار والویشن گرفته، 808 میلیاردش جمع آوری شد، قیمت روی 15 دلار IPO شد، ظرف چند روز الان به 25 دلار رسیده. سال بعد صحبت بکنیم حتما اینم بالای 30 میلیارد دلاره. یه کار ساده است. حالا خیلی جالبه، میبینید تو اسلایدهای بعدی این شرکت به درآمد 100 میلیون دلار رسیده و به سوداوری هم نرسیده، فعلا ضرر میده. من تو کنفرانس های قبلی سعی کردم که زنجیره ICT رو دونه بدونه کاور بکنم. 3 کنفرانس پشت سر هم، یکی راجع به دیتا سنتر صحبت کردم، یکی راجع به what every CEO needs to know about the cloud بود عنوانش، این یکی تأثیرات برادبند بر توسعه بود و امروز این قسمت رو میگم، انشالله امسال دیگه خارج میشم از این زنجیره.
آیتی رو به اندازه کافی پوشش دادیم. ترمینال یا دیوایس هم که ما خیلی حرفی برای گفتن نداریم و حتی فنلاند و ژاپن و اینا سونی و اریکسون و اینا هم از میدون رفتن بیرون. اینجا جای بازی نه ما هست نه حتی بزرگانی مثل فنلاند و ژاپن، اینا رفتن بیرون. بنابراین روی این سه تا زنجیره من سه سال متوالی صحبت کردم، امسال کانتنت رو میگم و بعد میرم بیرون و سال آینده خدمتتون میگم که کجا بحث رو انشالله دنبال میکنیم. اینا در واقع ولیو چین آی سی تیه. امروز رو بحث کانتنت محتوا که ترند دنیاست میگم، این خیلی جدیده، این مال یکی دو ماه پیش هواوی این مدل رو داده، مدل بسیار زیباییه. 10 سال قبل تمام موبایل و فیکس تلفن ثابت و همراه آی پی بیس شدن، اسمشو گذاشتن FMC1. FMC یعنی Fixed and Mobile Convergence، ادغام فیکس و موبایل، اینا با هم دیگه ادغام شده بودن. این 10 سال قبله. 10 سال آینده FMC شده FMC2، FOMC فرق کرده. F میشه Fixed Broadband مثل ADSL، مثل FTTX، هرچی. MBB موبایل برادبندی که 3G و 4G و LTE نمودشه که ما تو کشور عقب افتاده بودیم، حالا داره جبران میشه. C2 هم کانتنت و کلاوده، این دوتا C با همدیگه میشه FMC2. این ترند دنیاست و من امروز بحثم روی کانتنت، اون چی که دنیا رو داره متحول میکنه. MIT Lab جمله زیبایی داره، میگه میخوای اینویشن زیاد بشه، خلاقیت زیاد بشه، هزینه شکست رو بیار پایین. به عبارت دیگه کپکس رو به آپکس تبدیل کن. کارآفرین اونی که کمرش رو میشکنه هزینه سرمایه گذاریه، کپیتال اکسپندیچره. اگه شما کپکس رو به آپکس تبدیل کنی، آپریشنال اکسپندیچر، اون وقتی که کارآفرین اگه کارش نگرفت ورشکست نمیشه، بوش زندان سر در نمیاره. آپکس دیگه به اندازه که میخواد مصرف میکنه، نمیخواد قطع میکنه، میخواد 10 برابر میکنه، هزینه سرمایه گذاری نمیده. این زیبایی کلاد که با یه دکمه روشن میشه، میتونید 10 برابر کنید تعداد سرورها رو، 1000 برابر بکنید یا 0 بکنید، از اون به بعد هم دیگه پول ندید. آمازون وب سرویسز الفنت آف اینداستری، بزرگترین کلاد در دنیا است. ما هم تو افرانت فعلا اولین کلاد رو داریم به امید خدا با جدیت راه‌اندازی میکنیم و به زودی افتتاح میشه. 10 تا اینترنت سایت اول دنیا رو نگاه بکنید، اینا بر اساس میلیون ویزیتور در ماه، 4 تاش چینیه. یکی از کشورهایی که بسیار خوب این موضوع رو فهمیده و قوی عمل کرده چینه. از 20 تا اینترنت پلیرهای دنیا بر اساس مارکت ولیو که یادتونه بهتون نشون دادم، از 20 تا اولش 4 تاش چینیه. اینجا ترندا رو میتونید درک بکنید. هر برند آمریکایی که تو ذهنتون بیارید یه برند لوکال چینی روش میبینید. فیسبوک اگه باشه ران رانه، توییتر باشه ویبو، تمام برندهای آمریکایی با برند چینی درست شده. چین چون کشور کمونیستی بوده بورس بسیار داغونی داره. فکر نکنید تو بورس چین و با روش کمونیستی اینا رفتن بالا، نه، تو بورس نیویورک عرضه میشن. علی بابا تو نیویورک عرضه شده، اینا تو نیویورک عرضه میشن. پس معلومه که قوام مالی خوبی رو دارن و به همین ترتیب بقیه اینا. حالا اسلایدها هست، سر فرصت خودتون میتونید ببینید. من فیلمای هم کنفرانس قبلی، همین کنفرانس همه رو هم رو آپارات گذاشتم، aparat.com/afranet گذاشتم. حالا خود آقایونم که امسال گفتن قراره بذارن، به حال این اسلایدها رو از اونجا میتونید دانلود بکنید و تمام اینا از زمینه که در اختیار کنفرانس هم قرار گرفته. این اپ مارکت ببینید مال سال 2008ه. نگاه کنید نزدیک 1 میلیون اپ در سال 2008 رو گوگل پلی بوده، نزدیک 1 میلیون اپ روی آی او اس بوده، اپل بوده، بقیه هم مثلا ولش کنید، خیلی ویندوز اینا مهم نیست. دفعات دانلود 50 میلیارد بار این دانلود شده، 90 میلیارد بار این دانلود شده. 90 میلیارد رو به 1 میلیون تقسیم کنید، تعداد اوریجی که یه اپ دانلود شده در میاد. این ترند بسیار عجیبیه که به شکل انفجاری در دنیا اتفاق افتاده. برای اینکه این حرکت تقویت بشه، ونچر کپیتالیستا به شکل نهادی میان حمایت میکنن از این حرکت ها و در سطح ملی تأثیرات جدی میذارن. امپلویمنت گروث در سال 2008 تا 2010 تو آمریکا 2% امپلویمنت کم، 3.1% کم شده. تو صنایعی که ونچرها اومدن حمایت کردن 2% کم شده. رونیو گروث تو اینا منفی بوده، بقیه صنایع آمریکا. اینا که از طریق وی سی اومدن مثلا همین گوگل، فیسبوک، آمازون، امثال اینا، میبینید که مثبت بوده تو این دوره. این خیلی جالبه. به ازای هر 1 دلاری که وی سی ها پول میذارن، در سال 2010 6.27 دلار رونیو خلق شده. این از اونم جالب تره. به ازای هر 2.2 درصدی که، یعنی کل پولی که وی سی ها گذاشتن
برای سرمایه گذاری توی سید راند و انجل راند و هم راندهای اولیه و راندهای بعدی 0.2% جی دی پی آمریکا پول گذاشتن در سال 2010 21% جی دی پی آمریکا رو داشتن تولید میکردن. تکرار میکنم، جمعاً 0.2% جی دی پی آمریکا پولی بوده که وی سی ها ریختن توی این شرکت هایی مثل فیسبوک، گوگل، آمازون، توییتر. این شرکت ها که وی سی بکت هستن، یعنی وی سی ها اینا رو حمایت میکردن و سرمایه گذاری کردن، 21% جی دی پی آمریکا رو دارن امروز در سال 2010 تولید میکنن. این آمارم جالبه. ببینیم تو دنیا کیا دوزاریشون افتاده رو موضوع. خب خود آمریکا که پیشتازه، کشورهای دیگه که تو این حوزه هستن، اروپا در مجموع کاری داره میکنه ولی خب فاصله داره با آمریکا، این اروپاست. اسرائیل تو این زمینه خیلی قوی رفته و چین و هند. این سه تا کشوری هستن که بسیار قوی و هوشمندانه توی استفاده از توان ونچر کپیتالیسم برای توسعه صنایع دانش بنیانشون استفاده کردن. حتما میدونید در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که اسفند 93 ابلاغ شده، ایران قرار شده، اعلام شده که قراره به نامبر وان منطقه تو صنایع دانش بنیان تبدیل بشه. این یه ویش خیلی خوبه، ولی برای اینکه کام ترو بشه باید سازوکاراشو بدونیم، اکوسیستمشو بدونیم و من امروز سعی می‌کنم بیشتر راجع به این موضوع برای شما صحبت بکنم. حالا ببینیم این دانش بنیان‌ها، نالج بیستا کیا هستن؟ عمده دانش بنیان‌ها این آبیان. آبیا کیان؟ سافت وریا هستن. بعد از اینا خاکستریه هستش. خاکستریه کیه؟ اینا تلکاما هستن، مخابراتی‌ها. ببینید نمودار رو ببینید، بیشتر در واقع سهم متعلق به اینا هست، میزان فاینانسی که میشه. البته در کنار اینا صنایع دارویی و عرض کنم بایوفارماسیتیکال و مدیکال و لایف ساینس و اینا، اینا هستن. اینم که آدر این سبزه، بقیه همه کل آنچه که غیر از آی تی و هلس و اینا هستش این سبز است. پس معلومه عمده پتانسیل تو آی سی تیه، یا آی تی یا سی تی، که بین این دوتا باز آی تی اون آبیه بیشتره. ببینید دوران قبل از تاریخ آدم ها میرفتن شکار میکردن، پولدار میشدن، زورشون بیشتر بود یا هر جوری که بود. بعد یواش یواش یاد گرفتن کشاورزی کنن، پولدارشن. بعد از طریق جنگجویی پولدار میشدن. بعد از طریق صنایع دستی و و و و و اومدیم جلو. یواش یواش اویل کشف شد مثلا 1900، بعد کورپوریت ها ابداع شد ایدهشون، بعد فاینانسرا. شما اگه تو 5 تا اول دنیا رو 5 سال پیش نگاه میکردیم بانک ها توش بودن، دیگه بانک نیست چون دورش گذشته. الان استارتاپ فاندر ها هستن. استارتاپ فاندر ها یعنی بیل گیتس، یعنی استیو جابز، و تو ایران هم انشالله بچه های ایرانی که خواهند اومد و به این جریان خواهد. پس این ترند غالب دنیاست که استارتاپ فاندر ها میلیاردر میشن بدون اینکه اصلا روز اول پولی داشته باشن، زندگی معمولیشون هم به سختی میگذشته. خب ببینیم ما چیکار بکنیم که به این قافله بتونیم ما هم بپیوندیم و مشکلمون رو حل کنیم. شما از دانش تا تجاری سازی سه تا حلقه کلی داریم. تئوری جدیدی خلق میشه، جرقه زده میشه، آخرش پیپر ISI میشه. بهترین کارش اینه، خروجیش. این ما تو این بد نیستیم، بالاخره پیپرهای خوبی دانشگاه‌های ما دارن. بعد از اون میایم یه نمونه سازی میکنیم یا پایلوت میزنیم یا پروتوتایپ درست میکنیم. اینجا دیگه پیپر ریفری نداریم، پیپر وایت پیپر داریم. ارزش علمی نداره ولی ارزش اجرایی داره، به همین دلیل بهش وایت پیپر میگن. تو اینم بدک نیستیم. تو بایو، تو نانو، تو آی تی، هر از چندی تو تلویزیون یکی میاد یه چیزی درست کرده، یه گوسفندی کلون کرده، یه نانوی درست کرده. معمولا هم هر اون چیزی که میسازیم از مشابه خارجیش هم بهتر هم ارزان‌تره. اما جالب اینه که هیچ وقت هیچ کدوم از اینا رو تو بازار ما نمیبینیم. یه محصول نانو ایرانی کدومتون تو بازار دیدید؟ یه محصول بایو ایرانی، یه قرصی که با بایوتکنولوژی انجام، یه کار کلونینگی که مرغداری‌ها دارن استفاده میکنن، کدومشو دیدید؟ صفر. چرا؟ چون اینجا رو ما گیریم، گیرمون هم خیلی اساسیه. پس اینجا بد نیستیم، اینجا A، اینجا صفر، صفر مطلق. ما در کامرشال لایز کردن یا تجاری سازی ایده ها بسیار 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 ضعیفیم. موضوع صحبت من این قسمت حلقه است. برای اینکه این حلقه رو کشف کنیم از اول شروع میکنیم. جرقه های زیادی تو اذهان زده میشه، تو دانشگاه، تو خونه، تو زیرزمین خونه، توی هر جای مرکز رشد یا هر چیزی که اسمشو میخواید بذارید بذارید. مرکز رشد ما ادارات دولتی هستن، مرکز رشد نیستن، اسمشون مرکز رشده. یه عده میان صبح 8 کارت میزنن، 4 بعد از ظهرم کارت میزنن، 80 90 تا رزومه میگیرن. بیچاره کارآفرین 9 ماه باید بدوه،
دو کیلو مدرک به اینا بده که آخر ردش بکنن یا قبولش کنن. قبولم بکنن در بهترین حالت اینکه مالیات معاف بشه که اونم زی حساب دارایی میره و همش رو برگشت رد دفاتر میزنه، همه وقت هم دیگر داریم تلف میکنیم. این واقعیت کارآفرینی و مراکز رشد ایرانیه که یک خروجی تا حالا نداشته. خروجی منظورم پیپر آیسایی نیست، منظورم ورود در بورس یه شرکتی که تجاری سازی بشه و محصولش به بازار برسه. حالا ببینیم بیس پرکتیس چیه. آیدیا استیج، شما یه ایده به نظرتون میرسه، 100% این ایده مال فاندرشه که شما ایدو به نظرتون این ایده رسیده، ارزش شرکتتون صفره، میزان پولی که توشه صفره. خب بالاخره یه برنامه نویسی میخواد، یه نفر آدم همراه معمولا میخواد، معمولا یه پروگرامر با یه ویژنری، استیو جابز با استیو وزنیک، بیل گیتس با پال آلن و مثلا استیو بالمر، با هم دیگه دو نفر و سه نفر و اینا خیلی هم زیاد خوب نیست بشه، یه نفر هم خوب نیست، دو سه نفره با هم دیگه کوفاندر میشن. این کوفاندر استیج که استیج دومه، معمولا توصیه میکنن اگه از اول با حمید نس نس کنی، خیلی دعوا نکنی، بالاخره نگیم من برنامه نویسی، بعدم برنامه نویسی مهمتره، اون میگه من ویژن مهمه. توصیه نه، 50-50 فاندر، 1-50%، 50% هم. این هنوز ارزش شما صفره، فاندتون هم صفره، ولی 50% صفر رو دارید. مرحله بعد FFF Family Friend or Fool، من فولش رو حذف کردم، اگه توی گوگل FFF بزنید براتون میاد، یعنی پدر مادرتون یا دوستتون یا یه احمقی که حرف شما رو باور میکنه بهتون حاضر پول بده. FFF اصطلاح در واقع کارآفرینیشه، یعنی چون ریسک فوق العاده بالاست، خیلی طرف باید یا شما رو دوست داشته باشه یا خیلی باور کنه حرفتون رو. بین 25000 تا 100000 دلار پول میده، میگه من شرکت تو رو 5% رو به من بده. خب اگه 5% شرکت مثلا 25000 دلار میارزه، پس معلومه شرکت تو 300000 دلار ارزش گذاری کرده. پس والویشن شرکت شد 300000، فاندی که اومد توش 15000 تا شد. حالا ترکیب سهام اینجوری میشه، اون دو نفر اول، نفری 37.5%، این FFF 5%، 20% هم میذارم برای آدمایی که قراره بعداً ملحق بشن و کی پرسونل ان رو باید بهشون سهم بدیم. در واقع اینا شروع میکنن کار انجام دادن، اگه بتونن تیم خوبی رو ارنج کنن، محصول خوبی رو برای بازار خوبی بدن بیرون، میتونن یک استارتاپ موفق رو رقم بزنن. هر سه تا باید با هم کار بشه. و دیگه امروز بیزینس پلن رخت بربسته از بحث‌های کارآفرینی. بیزینس پلن مال شرکت‌های جا افتاده است. اصلا اینقدر سرعت تحول زیاده، کسی وقت نداره بیزینس پلن بنویسه. یه زمانی بی پی کانتست بود، الان MVPه، مینیمم وایبل پروداکت. بیزنس پلن کسی از کارآفرین نمیخواد، میگه برو محصول تو ورد و بیار، اونم اینجوری برام درست نکن، اینجوری برام درست کن. تو هر مرحلهش من یه خروجی ازت میخوام، بیار اگه خوشم اومد فاند راند یکو بهت میدم. راند بعد که این کار موفقیت آمیز بود، سید راند. سید اون دونه ای رو میگن که تو زمین میندازن از توش گیاه میاد بیرون، گندم میاد بیرون. بین 100000 دلار تا 1 میلیون دلار یه نفری میاد 1.2 میلیون دلار ارزش گذاری میکنه و 200000 دلار میاره. چون 200000 دلار میاره، 200 به علاوه 1.2 میشه 1.4، 200 تقسیم بر 1.14، 200000 دلار تقسیم بر 1200000 دلار، این میشه سهم این در واقع کسی که انجلی که وارد شده. علت اینم که میگن انجل مثل فرشته میمونه، انگار که از آسمون یک چیزی که شما میخواستین براتون نازل کرد. انجل به نام انجلی مستور میگن. اگه کار موفقیت آمیز بود، وارد راند بعد میشه، سری A و B و C و ممکنه N تا سری باشه تا قبل از اینکه وارد بورس بشه. تو این راندا بین 1 تا 10 میلیون دلار اینوستمنت انجام میشه. شرکت رو مثلا اینا میان 4 میلیون دلار قیمت میذارن، 2 میلیون دلار فاند میارن، 2 به 4 میشه 6، 2 تقسیم بر 6 میشه همین 33.3. این راند اینا میاره. اینا دیگه از ارلی استیج اینوستر ما خارج شدیم، وارد اینوستورهای حرفه‌ای داریم میشیم. اینا لیتر استیج اینوستور هستن، کسانی هستن که به ایده پول نمیدن، یه چیزی رو دارن میبینن و پول میدن. و خلاصه اینیشیال پابلیک آفرینگ اتفاق میفته، وارد بورس میشید. همین اتفاقی که برای شرکت لندینگ کلاب افتاد هفته پیش و برای علی بابا 2-3 ماه پیش و برای صدها شرکت بزرگی که شما اسمشو میدونید ظرف چند سال گذشته. ترکیب سهامداران به همین ترتیب عوض میشه. حالا ببینید اون شرکتی که با 15000 دلار شروع شد 2.6 میلیارد دلار قیمت داره. به نظرتون خواب و خیال میاد؟ به نظرتون افسانه پردازی میاد؟ من چند تا اسلاید بعدی چند تا آمار از شرکت‌های بسیار جدیدی که رفتن تو بورس رو میدم. عددا ببینید اغراق نیست. 15000 دلار شروع کرد، حالا 2.6 میلیارد دلار میارزه. این مثاله. این مثال من دو تا واقعیشو براتون میگم. متقبل از اینکه واقعی رو بگم، برای اینکه سیر رو بدونید از استارتاپ تا آی پی او، مرحله اول استارتاپه، 1000 تا
استارتاپ که شروع میکنن کارشونو، مراکزی که جرقه زده میشه تو دانشگاه و غیره، 1000 تاشون انتخاب میکنن، 10000 تا تقاضا میدن، ما 1000 تاشون میگیریم. از 0 تا $10,000 بهشون کمک میکنیم. مرحله بعد اکسلریت میشن. اینا رو تو دوره‌های اکسلریتد پروگرام، استارتاپ کمپ، اسمای مختلفی داره. 3 هفته طول میکشه، 70-80 تا تاپیک رو 2 ساعته، 4 ساعته، 10 ساعته، یه هفته‌ای بین آموزش میدیم. 1000 تا 300 تاش به این راند میرسن و اگه به این راند برسن 10 تا $100,000 بهشون میدن. از این 300 تا 100 تاش به مرحله سید میرسه. حالا دیگه پولی که اینجا میدن بین 100,000 تا 1,000,000 دلاره. از این 100 تا 30 تاش به سریز A و B و استپای بعدی میرسه، 1,000,000 تا 10,000,000 حجم پوله. از سریز A و B و C که خارج میشی لیتر استیج، 10,000,000 تا 100,000,000 دلار. از اون 1000 تا 10 تاش به این مرحله میرسن، عین قیف تصفیه میشن و میرن جلو. نهایتا 1 تا 3 تا از اینا آی پی او میشن یا عرضه اولیه. آیا معنیش اینه که 997 دیگه برمیگردن به دنیای کارمندی و دنیای زندگی یه نواختی که دوست ندارن؟ نه، معنیش این نیست. اولا یه تعدادی از این، از هر کدوم از این مراحل شرکت بزرگ میان تیک اوورشون میکنن. زیراکس میبینه این ایده خوبیه، میره 90% سهام اینو میخره. بانک پاسارگاد میبینه این بی اپ خوبی نوشته، میره شرکتشو میخره. پس بنابراین معمولا اینجوریه که اگزییت یا مرحله آخر این حلقه چیزی حدود 90-95% تیک اووره، چیزی حدود 5-10% آی پی او میشه. آی پی او یعنی وارد ارزی اولیه، که بسیار افتخار بزرگیه برای یه شرکت. آی پی او بشه یعنی خیلی فیلتر رو رد کرده، تونسته وارد بازار بورس بشه با اون قوانین و مقرراتی که حتی در ایران بسیار سختگیرانه است، چه برسه به آمریکا. خلاصه داستانم اینجا هستش که از ایده شروع میشه تا به این میرسه. عددا رو نگاه کنید اینجا، ببینید اینجا 15000 دلار بود، اینجا مثلا فرض بکن میرسیم به شرکت 2,600,000,000. اگر به نظرتون اغراق‌آمیز میاد این عددا رو ببینید. سیسکو، حالا مثلا اپل، این مال سال 2007، 9,000,000 دلار کل پولی بود که ویسی‌ها روش گذاشتن. اون موقع بود 78 میلیارد. الان تو اسلایدی که بهتون نشون دادم این مال سال 2007، دیدید 600 میلیارد دلار شده. اونی که 9 میلیون دلار بود شده 600 میلیارد. عددهای روزش از رو گوگل میتونید بزنید و ببینید. این لندینگ کلاب هفته پیش آی پی او شد. اینو سرمایه گذاران اولیش که شرکت امیدزاد بوده 2,000,000 دلار گذاشت، آی پی او شده، ظرف یه هفته 9 میلیارد دلار قیمت گرفته. اینم از رو سایت بورس من براتون برداشتم. و جالبه ببینید ای پی اسش منفیه، یعنی شرکت زیانده. یه شرکت زیانده 9 میلیارد قیمت گرفته. همشون هم اینطورن. آمازون هم اینطوره. اینستاگرام همه زوکربرگ رو مسخره میکردن. زوکربرگ هیئت مدیرش رو دور زد بدون اطلاع و بدون مجوز و حتی بدون اطلاع هیئت مدیره اینستاگرام رو خرید. 1 میلیارد دلار خرید. همه گفتن این بچه عقلش نمیرسه. الان اینستاگرام شده 30 میلیارد دلار. 30 برابر شده. همون که 1 میلیارد دلار مسخره میکردن زوکربرگ. بنابراین اگر ما این اکوسیستم رو خوب بشناسیم و بتونیم خوب برنامه‌ریزی بکنیم، در کشورمون ایجاد بکنیم، ما هم تعداد بسیار زیادی، الان بعضی از همین VC‌هایی که تو ایران، بعضی از این کارآفرینانی که تو ایران شروع کردن، کارهای موفقی کردن، تو همین جمع هستن، تعداد اینا 10 برابر میشه، 20 برابر میشه و موفقیت اینا، اوج درخشش اینا انشالله در حضورشون در بورس و انشالله با ساختن ساکسس استوری از این بچه‌ها بتونیم راه رو برای بچه‌های باهوش و علاقه‌مند دیگه‌ای که تو کشورمون بلدن این راه رو برن، ما زمینه رو براشون فراهم نکردیم، باز بکنیم. خیلی متشکرم.